اصطلاح شماره 1 burst into tears. این اصطلاح به معنای ناگهانی زیر گریه زدن و یهوی گریه کردن میشه. به مثال دقت کنید: She burst into tears and said everyone was leaving her. She burst into tears and said everyone was leaving her. میگه اون یهو زد زیر گریه و گفت که همه ترکش کردن. اصطلاح شماره 2 under the weather. این اصطلاح به معنای ناخوش احوال بودن و مریض بودن میشه. مثال رو ببین: I'm not going to work today. I'm feeling under the weather. I'm not going to work today. I'm feeling under the weather. میگه من امروز سر کار نمیرم، احساس ناخوشی و مریضی میکنم. اصطلاح شماره 3 It's not rocket science. این اصطلاح به این معنی میشه که به شخصی میگیم مگه میخوای آپولو هوا کنی، یا این کاری که میخوای انجام بدی اونقدر هم که فکر میکنی پیچیده نیست و آسونه. به مثال دقت کن: Basketball is not rocket science. It's about putting the ball in the basket. Basketball is not rocket science. It's about putting the ball in the basket. میگه بازی کردن بسکتبال اونقدر هم سخت نیست، کار راحتیه، فقط اینه که بتونی توپ رو داخل حلقه پرت کنی. اصطلاح شماره 4 hanging there. این اصطلاح به معنای طاقت آوردن در شرایط سخت یا مایوس نشدن میشه. مثال رو ببین: I know it's been hard since your boyfriend broke up with you, but you'll find someone new. Hanging there. I know it's been hard since your boyfriend broke up with you, but you'll find someone new. Hanging there. میگه میدونم که از وقتی که با دوست پسر رابطتون به هم خورده برات خیلی سخت بوده، شرایط سختی بوده، اما تو یه فرد جدید رو پیدا میکنی، با فرد جدیدی آشنا میشی، طاقت بیار و مایوس نشو. اصطلاح شماره 5 cutting corners. این اصطلاح به معنای میانبر زدن میشه. به مثال دقت کن: Don't cut corners on this project. It has to be done thoroughly. Don't cut corners on this project. It has to be done thoroughly. میگه روی کارای این پروژه میانبر نزن، در مورد کار این پروژه جدی‌تر عمل کنیم، پروژه باید کامل و جامع انجام بشه. اصطلاح شماره 6 Bite the bullet. این اصطلاح وقتی به کار میره که شخصی از انجام دادن کاری خوشش نمیاد یا اون کار واقعا برای سخته، اما علی‌رغم میل باطنیش و به دلایلی مجبور اون کار رو انجام بده. به مثال دقت کنید: I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. میگه من متنفرم که به دندون پزشکی برم، اما علی‌رغم میل باطنی مجبورم این کار رو انجام بدم.
اصطلاح شماره 7 Better late than never. Better late than never. این اصطلاح در زبان فارسی به معنای این هستش که میگیم دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه، یا اینکه یک کاری با تأخیر انجام بشه بهتر از اینه که هرگز انجام نشه. به مثال خوب دقت کنید. Our flight delayed 5 hours but better late than never because they closed the airport after the plane departed. Our flight delayed 5 hours but better late than never because they closed the airport after the plane departed. میگم پرواز ما 5 ساعت تأخیر داشت اما دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه، چون دقیقا بعد از اینکه هواپیمای ما اونجا رو ترک کرد فرودگاه بسته شد. اصطلاح شماره 8 Go back to the drawing board. Go back to the drawing board. این اصطلاح در زبان فارسی به معنای از صفر شروع کردن و برگشتن سر خونه اول میشه. به مثال توجه کن. Oh, unfortunately I failed the exam so I have to go to the drawing board. Oh, unfortunately I failed the exam so I have to go to the drawing board. میگه او متاسفانه من نتونستم تو امتحان موفق بشم و مجبورم دوباره از اول شروع کنم، مجبورم از صفر شروع کنم. اصطلاح شماره 9 Hit the sack. Hit the sack. این اصطلاح به معنای به رخت خواب رفتن و خوابیدن میشه. به مثال توجه کن. I'm beat. I'm going to hit the sack. I'm beat. I'm going to hit the sack. میگه من خیلی خستم، میرم که بخوابم. اصطلاح شماره 10 و آخرین اصطلاح We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. در اصطلاح فارسی میگیم چو فردا شود فکر فردا کنیم، یعنی وقتی که یه اتفاقی هنوز نیفتاده بیهوده نگرانش نباشیم. به مثال دقت کن. The job interview is a week away so I'm not worried about it yet. I'll cross that bridge when I come to it. The job interview is a week away, so I'm not worried about it yet. I'll cross that bridge when I come to it. میگه مصاحبه شغلی یه هفته دیگه است، برای همین هنوز نگرانش نیستم. هر وقت زمانش برسه یه فکری براش میکنم.